اون خیلی دوست داره تمام روز رو تو جنگل باشه. از آرامش و تغییر فصلها خیلی لذت میبره. این مرد 2 متر قدشه، اندامی ورزشی داره و موهای کوتاه. و کارش هم قطع کردن درخته. برای اون کار خوبیه. آدم زیاد تو چش نیست و جلب توجه نمی کنه. یه زندگی ساده. اون با هیچی هم صحبت نمی کنه جز با پدرش و افسر آزادی مشروطش که هر از چندگاهی بهش زنگ میزنه حالشو میپرسه و میخواد بدونه که تونسته الکل رو کنار بگذاره. اون الان 50 سالشه و با یه اسم جدید در جای نامعلوم زندگی میکنه. من امید هستم و شما به اولین قسمت پادکست ترو کرایم فارسی گوش میدید. یه روز گرم در سوئد، ماه جولای سال 1994، تقریبا قبل از جشن تابستونی در شهر فالون تو منطقه دالانا وسط سوئد. این شهر اسم خودش رو از رودخونه فالون گرفته. یه شهر معدنیه. امروز این شهر یکی از شهرهای صنعتی مهم هم به حساب میاد. در 250 کیلومتری از استکهلم، وسط جنگل‌ها، رودخونه‌ها و دریچه‌های زیبای سوئد. شخصیتی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم اسمش هست ماتیاس فلینگ. اون موقع 24 سالشه و یک درجه دارای ارتش سوئد. اون در راه رفتن به جشن دخترش بود به نام سوزانه که امتحان رشته پرستاری رو قبول شده بود. این جشن در یکی از کلیساهای همون محله برگزار میشد. ماتیاس یه دسته گل برای سوزانه خریده بود. ولی در کل حس حال خوبی نداشت. خیلی استرس داشت و مدتی هم بود که از کم خوابی رنج میبرد. و در کنار ساعت‌های طولانی کار در ارتش به مدرسه هم می‌رفت چون برنامه‌های بزرگی برای زندگیش داشت. او از همیشه بیشتر سعی می‌کرد پدرش رو تحت تأثیر قرار بده چون می‌خواست کسی بشه که پدرش بهش افتخار کنه. داستان زندگی اون از این قرار بود که وقتی ماتیاس 9 سالش بود پدر مادرش از هم جدا میشن. با اینکه بعد از طلاق پدر مادرش پیش پدرش زندگی می‌کرده ولی هنوز هم مادرش رو می‌دیده. در واقع مادرش یکی دو تا کوچه اونورتر زندگی میکرده. بعد از اینکه مدرسهش تموم میشه یه دوره آموزشی الکترومکانیک هم میبینه. بعدش هم توی ارتش شروع به کار میکنه. اول به عنوان سرباز و بعدش هم به عنوان افسر. ماتیاس خیلی به اسلحه علاقه داشت. شاید این علاقه ارثی بود چون هم پدرش و هم پدر بزرگش اسلحه ساز بودند. و اون هم خیلی اوقات با پدرش به شکار میرفت. به همین دلیل برای هفت‌تیر و اسلحه‌های غیر خودکار مجوز اسلحه داشت. این اسلحه‌ها در کمدی با نظارت کامل پدرش کنترل می‌شد. ماتیاس مشتری همیشگی یکی از مغازه‌های اسلحه فروشی تو شهر فالون بود. البته تو این شهر اکثر جوان‌ها مجوز اسلحه داشتند و در واقع خیلی چیز خاص و عجیبی هم نبود. و اما در مورد زندگی شخصی ماتیاس، شاید طلاق پدر مادرش در روحیات ماتیاس تأثیر داشته چون در زندگی شخصی خودش با سوزانه هم با مشکلات زیادی مواجه شد. ماتیاس و سوزانه 1 سال قبل توی یه باری با هم آشنا شدن. خیلی زود هم عاشق هم شدن. البته سوزانه هم زندگی سختی رو پشت سر گذاشته بود و خوشحال بود که ماتیاس رو کنار خودش داره. ولی بعد از چند مدتی مدام نگران ماتیاس بود چون ماتیاس خودش رو شدیداً درگیر حسادت در روابط با سوزانه میکرد. سوزانه هم بارها بهش اصرار کرده بود که با یک روانشناس صحبت کنه. چند ماه بعد از شروع رابطهشون ما به این امتحانات سوزانه اونجا دعوای خیلی شدیدی میکنن. از قرار معلوم ماتیاس به خاطر خوردن بیش از حد الکل کنترل خودش رو از دست میده و تا مرز خفه کردن سوزانه پیش میره. که از خوششانسیشون چند تا از دوستای ماتیاس اون اطراف بودن و سوزانه رو از دست اون نجات میدن و ماتیاس رو آروم میکنن. بعد این دعوا تصمیم میگیرن وقفه‌ای به رابطهشون بدن تا کمی آرومتر بشن. ولی سوزانه مصر بود که دوستاشو از وضعیت روحی ماتیاس با خبر کنه تا شاید اونا بتونن حداقل راضیش کنن به مشاور مراجعه کنه. البته تلاشاش بی نتیجه نمیمونه و ماتیاس راضی میشه آخر می یه نوبت پیش دکتر روانپزشک بگیره.
روز جشن قبولی سوزانه، ماتیاس در حالی که اونیفرم نظامی به تن داره، سوزانه رو میبوسه و با دست گل بهش تبریک میگه. خستگی ماتیاس به وضوح دیده میشده. ولی اون ادعا میکرد که این به خاطر عملیات مخفیه که درش شرکت داره. جالب اینجاست که اون واقعا با یه هلیکوپتر از استکهلم به فالون اومده بوده تا تو جشن دو سخترش شرکت کنه. ماتیاس و سوزانه با هم قرار میذارن که فردای روز جشن همدیگر رو ببینن. ولی دوستای سوزانه هم میان. اونا هم میخواستن اختتامیه دوره تحصیلیشون هم جشن بگیرن. یه شب گرم تابستونی. از بارها و کلوبها صدای موسیقی به گوش میرسید و یه آبجوی خنک میچسبید. تو این شب جمعه 10 جون اینجور به نظر میرسید که انگار تمام شهر سر حال بودند. ماتیاس هم با یکی از همکاراش به یه رستورانی میره به نام گاربو، دقیقا همون جایی که سوزانه و دوستاش جشن گرفته بودن. ماتیاس و دوستش هم البته قبل از حرکت یه چند تا شات جین زده بودن. ماتیاس میخواست با سوزانه صحبت کنه، اما سوزانه حوصله بحث دوباره رو نداشت، اما با دلداری و ملایمت با ماتیاس صحبت کرد. اما ماتیاس با عصبانیت و دلخوری از رستوران خارج میشه و بیرون منتظرش میمونه. چند ساعت بعد وقتی سوزانه از رستوران خارج میشه، ماتیاس رو میبینه که با خلق تنگ اونجا وایساده. با هم صحبت میکنن و صحبتشون به مشاجره تبدیل میشه. در حین دعوا ماتیاس با صدای بلند به سوزانه میگه: من جاویدان هستم. هیچ کس نمیتونه بلایی سرم بیاره. ولی من میتونم همه رو بکشم. اینجا شهر منه. سوزانه گیج شده بود و نمیدونست چه عکس‌العملی نشون بده. ناخودآگاه شروع کرد به خندیدن و با این حرکت بحث رو تموم کرد و با دوستاش از اونجا رفت. همکار ماتیاس شاهد این صحنه بود و سعی کرد ماتیاس رو آروم کنه و دلداری بده. اما ماتیاس سرسختانه سوزانه رو تعقیب میکرد و توی یه بار دیگه پیداش کرد. اونجا پسری رو کنار سوزانه میبینه. احساس میکنه که پسر خیلی نزدیک به سوزانه نشسته. با یه حرکت پسره رو از جاش بلند میکنه و شروع میکنه به زدنش. سکیوریتی های بار سر میرسن و ماتیاس از بار میندازن بیرون. پسری که از ماتیاس کتک خورده بود تصمیم میگیره که بره پلیس و از ماتیاس شکایت کنه. ولی از خوششانسی ماتیاس تو اون ساعت شب اداره پلیس هنوز شلوغ بوده. پسر هم از شکایت خودش منصرف میشه. سوزانه خیلی ترسیده بود و ماتیاس هم با سکیوریتی های اونجا هنوز داشت جر و بحث میکرد. فکر میکرد میتونه اونا رو راضی کنه و اجازه ورود بگیره ازشون. ولی در آخر ماتیاس هم بیخیال شد و برگشت خونه. خونه ماتیاس نزدیک پادگان بود. ساعت حدود 1:30 صبح 11 جون. ماتیاس خونه بود و لباسش رو عوض میکرد و در حالی که لباسهای ارتشیش رو میپوشید به نقشه‌ای که تو سرش داشت فکر میکرد. نیمه شب با یک چاقوی کوچیک در اتاق انبار اسلحه رو باز میکنه و از اونجا اسلحه تمام اتوماتیک و حدوداً 150 گلوله رو برمی‌داره. اسلحه‌اش رو میذاره رو دوشش و از سیم خاردار رد میشه. جالب اینجاست که اون حتی درد سیم خاردار که توی پوستش فرو رفته بود و متوجه نمیشه. تمام ذهن و روحش درگیر کاری که میخواد انجام بده. ماتیاس به طرف پارک شهر راه میفته که حدوداً 100 متری از اونجا فاصله داره. پارک شهر جایی بوده که خیلی از دخترها و پسرها بعد از پارتی یا اونجا همدیگر رو دوباره میدیدن یا به سمت خونهشون میرفتن. تو همون هول و هوش وقتی ماتیاس به طرف پارک شهر میرفته، یک گروهی رو از انجمن زنان نظامی که اسمش بوده لوتوکوپس رو میبینه. این دخترها اسماشون بوده ترزه 20 ساله، هله 21 ساله، کارین و جنی هر دو 22 ساله و مسن‌ترینشون لینا 29 ساله بود. ماتیاس اسلحه اتوماتیکش رو میگیره و چند شلیک شکاری میکنه. شلیک شکاری یه نوع تکنیکی که شکارچی یه جا رو میبینه، هدف میگیره و هر بار دو تیر شلیک میکنه. بعد یه جای دیگر رو دورتر و همین کار رو تکرار میکنه. اون 6 دختر خونالود روی جاده شنی پارک افتاده بودن. همینطور که ماتیاس به راهش توی پارک ادامه میده، هنوز چند تاشون زنده بودن. حدود ساعت 2:30 صبح بود که چند نفر از اولین شاهدای صحنه به جسدها و زخمی‌ها میرسن. اونا سعی میکنن زخمی‌ها رو احیا کنن. ماتیاس بعدها روز دادگاه در مورد اون شب میگه که خیلی سختی و اصلا چیزی یادش نمیاد که چه اتفاقی افتاده.
میگفت من فقط دیدم یه چند نفر دارن به سمت من میدوئن و من زدمشون. تو ایستگاه پلیس سوزانه و دوستاش منتظر بودن. تلفن‌ها بی‌وقفه زنگ می‌خوردن. سوزانه وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده با ترس در حالی که رنگش پریده بوده گفت این کار ماتیاسه. بیمارستان فالون دقیقاً کنار ایستگاه پلیس بود و آمبولانس‌ها چند دختری رو که سخت مجروح شده بودن رو به بیمارستان آورده بودن. متأسفانه فقط دو نفر از اونها هنوز زنده بودند. یکی از اونها به قدری زخمی شده بود و حالش وخیم بود که یکی از پرستارا با گریه فریاد میزد و میگفت خدای من داره میمیره. و چند دقیقه بعد هم دختر جونش رو روی تخت جراحی از دست میده. از اون گروه فقط یک دختر زنده موند. اون هم گلوله به رونش اصابت کرد و وقتی به بیمارستان رسید بیهوش بود. حدود ساعت 2:30 صبح بود که ماتیاس پارک رو ترک کرد و به سمت مرکز شهر رفت. خیلی خونسرد بود و بدون هیچ هول و هراسی وسط خیابون راه می رفت. به طور اتفاقی ماشینی که راننده اون یه مأمور انتظامی اون محله بوده رو می بینه. راننده اسمش ماتس بوده. 35 سالش بود. ماتیاس با چشمانی سرد و بیروح و پر از خشم جلوی اون ماشین رو می گیره. خیره بهش نگاه می کنه و 13 گلوله بدون وقفه شلیک می کنه. گلوله ها از سمت جلو و از سمت راننده به ماتس برخورد میکنن. 11 گلوله به هدف میخوره و ماشین با سرعت فوق العاده زیادی به گوشه خیابون برخورد میکنه. ماتس در جا جون خودش رو از دست میده. چند لحظه بعد یک دوچرخه سوار از اونجا رد میشه. یوهان 26 ساله. در حالی که هدفون به گوشش بوده و از ماجرا هیچ خبری نداشته، ماتیاس چندین گلوله به شلیک میکنه. یوهان احتمالا مرده بوده قبل از اینکه بدنش به آسفالت برسه. ماتیاس بعدش به سمت یک ساختمان در حال ساخت را میفته. اسلحه اتوماتیکش رو رودوشش میذاره و از جرثقیل بالا میره. اونجا بهترین مکان بوده برای تیراندازی و البته بهترین مکان هم که بتونه از خودش دفاع کنه. دمدمای صبح دیگه وقت رفتن به خونه بوده. از تفریگاه فالون میگذره، ایستگاه قطار رو دور میزنه که ناگهان یه ماشین پلیس کنارش وای میسته. ماتیاس بدون درنگ بهشون شلیک میکنه. یکی از مامورا میتونه بالاخره با شلیک کردن گلوله به لگن پاش جلوشو بگیره. تقریبا 4 صبح 11 جون سال 1994 بود که یک آمبولانس ماتیاس رو به همون بیمارستانی میبره که قربانیاش اونجا بودن. کارمندای بیمارستان جمع شده بودن که مسئول جنایت‌های شهرشون رو ببینن. یکی از کارکنای بیمارستان میگفت اون اصلا قیافه شبیه هیولا نیست. نه، بلکه شبیه یک جوان ساده و معمولی. یکی اونجا پیشنهاد داد که ماتیاس رو بدون بیهوشی جراحی کنند. اولین بازجویی فردای اون روز روی تخت بیمارستان انجام شد. ماتیاس هنوز منگ از داروی بیهوشی بود. اما شروع کرد به تعریف کردن وضعیت زندگیش و جواب دادن به هر سوالی که پلیسا ازش میکردن. اون میگفت با این قضیه حساب کرده بوده که پلیسا اونو میکشن، چون خودش جوزه انجام این کار رو نداشته. اون هیچ چیز رو رد نکرد. به تمام سوالات در مورد شب قبل جواب داد. همون شب ماتیاس بازداشت میشه و براش وکیل میگیرن به نام گونا لونگکرین، وکیلی که چندین بار به مرگ تهدید شد. خیلی ها براش نامه نوشتن و ازش سوال کردن آیا یه همچین آدمی لیاقت داشتن یه وکیل رو داره؟ وقتی ماتیاس دستگیر شده بود الکل خونش زیر 2 پرومیل بود، پس الکل نمیتونسته به تنهایی دلیل زوال روانی یا در هم شکستگی اون باشه. تحقیق و بررسی ها از خونش هم خیلی نشونه های زیادی به پلیس نداد. هیچ نشونه ای از مواد مخدر در بدنش نبود. اصلا نشونه ای از چیزی که بتونه رفتار بدترین قاتل قتل های دست جمعی سوئد رو بعد جنگ توجیه کنه وجود نداشت. حتی نشونه ای از این هم نبود که آیا این قتل ها از قبل طراحی شدن یا نه. یعنی که ماتیاس خیلی وقت بودی که میخواست این کارا رو انجام بده یا به یه شخص خاصی ضربه بزنه. و تمام این نشونه ها داله بر اتفاقی بودن این قتل ها بوده. تمام پلیس ها حتی اونایی که در تعطیلات بودن به کار برگشتن تا بتونن از این 3 محل جرم شواهد یا مدارکی رو پیدا کنن. 12 مأمور از 70 شاهد بازپرسی کردن. مردم شهر فالون و پلیس ها همه در شوک بودن. اینجور جرم ها و اتفاقات در آمریکا میفته، نه در شهر کوچیکی در یکی از استانهای سوئد. 7 نفر جوان زندگی خودشون از دست داده بودن و
این داستان این شهر کوچیک رو بدنام کرده بود. عکس‌های مراسم تشییع جنازه قربانیان به مدت طولانی دست به دست می‌شد و سایه تاریکی و غم و ترس رو بر شهر می‌انداخت. صحبت مرگ همه جا رو پر کرده بود و خوشگذرونی‌های شبانگاهی دیگه اون رونق قبل رو نداشت. در همون هفته ماتیاس رو برای یه سری آزمایشات روانی در یک کلینیک روانپزشکی در اوپسالا بستری کردن. اونجا تشخیص داده شد که مجرم دچار ناپایداری ذهنیه که طلاق پدر مادرش هم باعث تشدید مشکلات روحی اون شده. دعوای شدید اون با سوزانه و مصرف الکل واکنش شدید رو در بدنش برانگیخته. ولی تحقیق و بررسی ها نشون داد که ماتیاس دچار هیچ گونه مشکل روانی در زمان ارتکاب جرم نبوده. به همین خاطر دلیلی برای بردن به روانپزشکی نمی‌دیدن. بدین ترتیب طبق قانون کشور سوئد حکم زندان برایش صادر میشه. اما وکیل جدید ماتیاس درخواستی رو قبل دادگاه ارائه میده که اون لحظه ماتیاس تحت تاثیر روانی الکل بوده و احتیاج داره به روانپزشکی ارجاع پیدا کنه. این برای همه ضربه مهلکی بود، ولی درخواست وکیل رد میشه به این دلیل که کار ماتیاس مثل یک آدم روانی بوده، ولی خودش در واقع روانی نبوده و باید مسئولیت کارش رو قبول کنه، چون در واقع خودش تصمیم گرفت که مشروب بخوره. دادگاه در سپتامبر 1996 دو روز طول کشید که ماتیاس به جرم خودش اعتراف کرد، ولی نمیتونست دو قتل آخر رو به خاطر بیاره. به همین خاطر نمیتونست در این دو مورد اعتراف کنه. ماتیاس توی دوره بازجویی 12 کیلویی کم کرده بود. گزارش های چیزایی که یادش میومد و میداد. مثل اینکه تو اون شب قتل عام خیلی نخوابیده بود، کم غذا خورده بود، تحت فشار و استرس زیادی بود. اوضاع برای اون مثل یک دوره افسردگی بود. اون حتی یادش نمیاد از مأموریت مخفی که برای سوزانه تعریف کرده بود. و آدم حس میزنه که همه این جریانات مندرآوردی بوده. و در نهایت دادگاه حکم رأی ماتیاس رو برای 7 فقره قتل عمد و 3 اقدام به قتل به 14 سال حبس محکوم کرد. بعد از این حکم سریعاً وکیل ماتیاس تقاضای تجدید نظر کرد که نتیجهش حبس ابد شد. توی دوران حبس گزارش می‌شد که خیلی آروم و با احتیاط با بقیه برخورد می‌کنه. معموله که زندانیایی که حبس ابد می‌خورن می‌تونن به دادگاه درخواست بدن که حبس ابد به حبس محدود تبدیل بشه. ماتیاس سال‌ها این درخواست‌ها رو داد و اما بی نتیجه بود، تا اینکه دادگاه عالی سال 2011 حبسش رو به 30 سال تغییر داد. این به این معنیه که ماتیاس با یه اسم جدید بعد از گذراندن حدوداً 1/3 از دوران حبسش می‌تونه آزاد بشه. در تاریخ 11/7/2014 در سن 44 سالگی از زندان آزاد شد، بعد از اینکه تقریباً 20 سال از حبسش رو گذرانده بود. چند سال قبل از آزادی یک مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی داد و گفت توقع نداره که خانواده مقتولین اونو ببخشن و اینکه هیچ وقت به اون شهر یعنی فالون برنمیگرده. اون گفت اونجا هیچی برای من وجود نداره. وجود من اونجا هیچ معنی نداره و من نمیخوام که مردم اونجا از دیدن من رنج بکشن. توی دوران حبسش خوش برخورد بوده و هم در مورد اینکه جون 7 نفر رو گرفته خیلی فکر کرده. ماتیاس گفته بود که من خودم از نظر عاطفی خیلی منزوی کرده بودم. من نمیتونستم با مشکلاتی که در زندگی داشتم کنار بیام. تو ارتش آدم یاد میگیره سخت بار بیاد. و اونجا امکان اینو نداری که در مورد مشکلات روانیت مرخصی بگیری یا بری با کسی صحبت کنی. وقتی من الان به اون شب فکر میکنم هیچ چیزی جز یک حفره خاکستری در ذهنم نیست. من اون شب مثل یک سرباز عمل کردم و به جنگ رفتم. اگه اسلحه نداشتم اون شب فقط با یک دعوا توی یک بار به پایان میرسید. بعد از چند سالی پدر ماتیاس توی یک مصاحبه گفت که پسرش توی شهر دیگه با اسم دیگه به شغل پیمانکار جنگل مشغول به کاره و امروز باید به خانواده مقتولین چندین میلیون کرون پرداخت کنه. شما بیننده و شنونده اولین قسمت از پادکست جنایی ترو کرایم فارسی به نام پیمانکار جنگل بودید. ممنون میشیم با لایک، سابسکرایب و اشتراک گذاری ما رو برای پادکست های آینده حمایت کنید. همچنین منتظر نظرات شما در قسمت کامنت ها
برای بهتر شدن کانال هستیم. با تشکر.